جمشید دمویی استاد اقتصاد دانشگاه لوتون کالیفرنیا از شهر تاوزند اوکس کالیفرنیا با ماست. آقای دمویی، اول قدم ما رو آشنا کنید با این قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی نفتا. چه میگه این قرارداد؟ قرارداد نفتا روابط تجاری بین امریکا، کانادا و مکزیک رو با برداشتن اون موانع اقتصادی تجاری از جمله تعریف ها، کوتاها و مقادیر زیادی حتی از قوانین و مقرراتی که موجب کاهش معاملات تجاری بین این کشورهاست برداشته. این قرارداد حدود 23 ساله که در انجام و در این مدت روابط تجاری امریکا، کانادا و مکزیک گسترش بسیار گسترده‌ای داشته، مقادیر زیادی سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها انجام شده، مقادیر زیادی از کارها بخصوصا در زمینه مانیفکچرینگ به داخل مکزیک رفته و همیشه این یک مسئله مورد بحث و مجادله مخصوصا در زمان انتخابات ریاست جمهوری بوده. من یادمه که 2007-2008 موقعی که آقای اوباما و کلینتون و هیلاری کلینتون با هم دیگه مذاکره می‌کردن، هر دو این قول رو دادن که اگر رئیس جمهور بشن در یه مقطعی برمیگردن، بعضی از مقررات این قرارداد رو مورد تجدید نظر قرار میدن. ببینید اجازه بدید من یه خود درش توضیح بیشتری بدم. قرارداد تجاری دو کار عمده میکنه. یکی اینکه مقادیر زیادی اون چرا که فعالیت های اقتصادی جابجایی میکنه، در اثر این جابجایی مقادیر زیادی بیکاری به وجود میاد. امید اینه که این قرارداد تجاری مقدار گسترش فعالیت های اقتصادی رو انجام بده و در نتیجه در جهت اون مقادیر زیادی کار و فعالیت جدید به وجود بده. اون چیزی که گذشته در این مدت اونهایی که در امریکا به این قضیه نگاه میکنن نشان میدن که به طور خالص مقادیر زیادی از به اصطلاح کاری که در داخل امریکا میتونستی بوده به کشور مکزیک فرستاده شده. ولی نکته‌ای رو که معمولا بهش توجه نمیکنن اینه که در این حال این قرارداد تجاری مقادیر زیادی از هزینه‌های زندگی رو، قیمت واردات و غیر ضروریات رو کم میکنه و در اون مورد دی زیادی از این قرارداد تجاری منافع میبرن. به هر حال این موزلی است که از زمان ایجاد همچنان بوده و هنوز هم هست. مدت در این حال همین نکته آخری که اشاره کردید، این رو بعضی این حس رو میدند که باعث شده که دستمزد کارگران پایین بره و این دقیقاً یکی از نکته‌هایی که دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه بر اون میکوبه. یکی این که کارها رفته مکزیک و هم حقوق اومده پایین و وعده داده که نفتا رو یا تغییر خواهد داد یا اینکه اصلا اون رو لغو میکنه. ببینید در مورد این که مقدار زیادی از دستمزدها کاهش پیدا میکنه، اگه بهش به صورت دقیق نگاه کنیم این حرف زیاد بیمورد نیست. هر بار که شما این انتخاب رو داشته باشین که کاری رو به جای دیگه منتقل کنید، میتونید در داخل مملکت خودتون مقادیر زیادی بیشتر در مورد دستمزدها چانه‌زنی کنید. این وجود داره. میام اغلب این مسائل مسائلی است که به طور تئوری بررسی میشه، وقتی به آمار و ارقام نگاه کنید شاید نظری دیگه پیش بیاد. اینی که آیا آقای ترامپ میتونه این رو لغو کنه، بر اساس مقررات داخل این قرارداد هر کدام از این سه کشور اگر دلشون بخواد از طریق اگزکتیو برانچ خودشون، از طریق مدیر اجرایی دولتشون میتونن یک به اصطلاح یک هشداری چیزی نوشته شده بدن به مدت 6 ماه و بعد از 6 ماه میتونن از داخل این قرارداد بیرون بیان. بنابراین آیا به صورت قانونی خروج از این قرارداد وجود داره؟ بله. آیا این تصمیم میتونه رئیس جمهور بگیره؟ باز هم به اینجا برمیگردیم. ببینید یه تفاوتی هست بین معاهده و قرارداد. این یه قرارداد تجاریه، قرارداد تجاری که در حد مدیر اجرایی یک دولت انجام شده. بنابراین اگر رئیس جمهور بخواد ازش در بیاد این امکان هست. آیا این کار را خواهد کرد؟ برمیگرده به درایت و مدیریت و نحوه تفکر و رابطه اون مدیر اجرایی با قسمت پارلمانی خودش. این یک مسئله که در مورد آقای ترامپ مقدار زیادی مشکل ایجاد کرده. چون به طور اوغلایی اگه شما اگه بخواید از این قرارداد حتی بیرون هم بیاید، قبل از اینکه این کار کنید باید مطالعه و بررسی کامل انجام بدید و شاید بهترین کار این باشه که اگر لازم باشه مذاکرات رو مجدد بکنید، مشخص بکنید که مذاکرات مجدد در چه جهتی است. هیچ کدوم از این مسائل در طی این انتخابات از طرف هیچ کدوم از این نامزدهای انتخاباتی بیرون نیامده، بنابراین به صورت یک دونه تصور که ما خواهیم در خواهیم اومد یا رنگوشیت خواهیم کرد، ولی ابعادش به طور مشخص معلوم نیست. ولی یک حسی هست اونجا در آمریکا، همون حسی که آقای ترامپ تونسته
بعضی میگن تشویقش کنه یا حسی هست که وجود داشته و او بر روی اون موج سوار شده، همون حسی، همون احساسی هست که در بریتانیا هم باعث شد بعضی بعضی در همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا بگن که نه، ما بهتر خودمون روی بر خود پای خودمون مستقل بشیم و بهتر جلو میریم. این حس از کجا میاد و چقدر میشه بر اون استدلال کرد؟ ببینید، این حس از اینجا برمیاد که در طی دهه‌های گذشته در داخل دنیا رشد و توسعه اقتصادی به وجود اومد. واقعیت قضیه اینه که این رشد و اقتصادی که به وجود اومد به صورتی که عده زیادی از مردم از اون برخوردار بشن نبود. این یه واقعیته، نمیشونه تغییر داد. آمار و ارقامی که اینجا از طریق مؤسسات تحقیقاتی بسیار قابل اعتماد در میاد، همین نشون میده. بنابراین شما وقتی که این حالت در عده زیادی از مردم وجود میاد، برمیگردن به جایی که به قضیه به صورت سیستماتیک، به صورتی که واقعا میتونن برگردن ببینن کجای قضیه اقتصاد این مسئله ایجاد میکنه، خیلی طبیعیه که برمیگردن میگن که ما اگه بخوایم به تصمیم خودمون بگیریم، ما اگه بخوایم وابسته به یک گروه نباشیم، به اون گروه تصمیمشون با خواسته های ملی ما یکسان نباشه، این حالت است. در مورد بریتانیا اینه، در مورد امریکا همینه. متاسفانه واقعیت ها اینطور نیست و چیزی که اینجا انجام شده، مقادیر زیادی از احساسات دیگه در داخل قضیه هست که ابعاد سیاسی خودشو داره و قابل توجه، ولی واقعا این دوتا رو میشه با هم مقایسه کرد. متاسفانه این موج فقط در بین بریتانیا و امریکا و جای دیگه نیست، مسلما یک بعد جهانی بسیار گسترده ای داره که قابل توجه است. جمشید دمایی، استاد اقتصاد دانشگاه لوتن کالیفرنیا، متشکرم از صحبت با ما. خیلی ممنون از